هنوز من زنده هستم، چگونه می شود این دین کاسته شود و چیزی از این دین کم بشود؟ این عبارت معروفه ابوبکر رضی الله عنه باعث شد که بالاخره تمام اصحاب تسلیم بشوند و قانع بشوند به این مطلب، بش دلشون قرص بشود به اصطلاح به این تصمیمی که ابوبکر رضی الله عنه گرفته بود. و همین است که حضرت عمر آرزو می کند که این افتخار نصیب او می شد، افتخار جنگ با مرتدین، که باز در عبارتی حضرت عمر رضی الله عنه فرماید که ایمان ابوبکر بر ایمان همه این امت چربیده است و ترجیح پیدا کرده است با این جنگی که با این مرتدین کرد و اسلام را از انحراف و از ارتداد بعضی از انسانها نجات داد. این جنگ در واقع بسیار سرنوشت ساز بود و حضرت ابوبکر رضی الله عنه ایمانش بر ایمان همه امت غالب می شود به خاطر اینکه این عمل در پرونده اعمال او هست. این از فضائل معروف ابوبکر رضی الله عنه هست که در اون بحرانی که پیش آمد در بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم توانست با عنوان سکاندار کشتی اسلام، اسلام را از انحراف و شکاف نجات بدهد. از فضائلی که برای ابوبکر رضی الله عنه می توان بیان کرد که در قرآن هم آمده است، آیه است در سوره مبارکه نور، حالا وقت نیست من یا توضیح بدهم، فقط خلاصتن عرض می کنم که خداوند در سوره نور آیه نازل کرده است در قصه افک و اعلام براءت و پاکی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها. به این مطلب خداوند به این صورت اشاره می کند که ولا یأتل اولو الفضل منکم و السعة ان یؤتی اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. نباید سوگند یاد بکنند دارندگان فضل و وسعت مالی. اینجا منظور از این آیه ابوبکر رضی الله عنه است. اتفاق مفسرین بر این است، ابوبکر رضی الله عنه وقتی قصه افک و اون تهمت معروف به عایشه رضی الله عنها، عایشه صدیقه، پیش آمد که منافقین این تهمت را ساختند، این شایعه را پخش کردند و دو سه نفر از مسلمانان ساده لوح بالاخره این شایعه را نقل کردند فقط، و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اون دو سه نفر را هم با حد تهمت پاک کرد. ابوبکر رضی الله عنه وقتی که یکی از اون سه نفر به نام مستح ابن اثاثه این حرف را زده بود، قسم خورد که من دیگه به این شخص کمک نمی کنم. چون مستح ابن اثاثه از نزدیکان ابوبکر بود، از خویشاوندان نزدیک او بود، تقریبا مثل پسر خاله، تقریبا پسر خاله او بود، و او به خاطر اینکه انسان مستمند و مسکین و فقیر بود، ابوبکر بهش کمک میکرد، همیشه کمک مالی بهش میکرد. وقتی که این جریان اتفاق افتاد، ابوبکر گفت که به خدا قسم من به این یکی دیگه کمک نمی کنم، کسی که اینقدر چه باشد که بسرا که بخواهد به دختر ابوبکر رضی الله عنه، به همسر پیامبر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها تهمت بزند و این تهمت را به زبان بیاورد، این دیگه لایق کمک نیست. ولی خب چون این از تهمت بالاخره با اجرای حد پاک شده بود، خداوند این سوگند او را نپسندید که به این صورت سوگند یاد کرد. فرمود نباید سوگند یاد بکنند دارندگان فضل و وسعت. این فضل یعنی چه اینجا؟ که خداوند ابوبکر را به این عبارت توصیف نموده است، اولو الفضل منکم و سعه. سعه کلا مشخصه، وسعت مالی، توانگری به اصطلاح. اما فضل اینجا بعضی گفتن به معنی همون وسعت مالی هست. اگر به همون معنا باشد که اینجا تکرار می شود، و اولو الفضل اینجا نمی تواند فضل دنیا باشد. خداوند کسی را به خاطر دنیا مدح نمی کند، که این فضل در دین است که محل مدح قرار گرفته است و ارزش دارد که مدح بشود انسان بر اساس آن. این فضیلت دینی است.
فضل دین نه فضل دنیا. نباید سوگند یاد بکنن دارندگان فضل و برتری و دارندگان وسعت مالی و توان مالی از شما که بدهند و کمک بکنند به خیشاوندان و مساکین و مهاجرین در راه خدا، و باید گذشت بکنند و ببخشند، گذشت داشته باشند، یعنی نباید سختگیر باشند و قسم بخورند که به اینها کمک بکنند، از اینکه به اینها کمک بکنند، بلکه باید گذشت بکنند و ببخشند. الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا شما دوست ندارید که خدا شما را ببخشد؟ معید این اصل است که اگر انسان عفو و گذشت پیشه کند، باید امید به عفو و گذشت خدا هم داشته باشد، میتواند امیدوار به عفو و گذشت خدا باشد. اما اگر سختگیر باشد، عفو و گذشت را کنار بگذارد، بخواهد انتقام جویی کند، خدا هم از او انتقام میگیرد. الجزاء من جنس العمل، هر طور رفتار بکنی همونطور با تو معامله میشه و در جهان آخرت. اگر با عفو و گذشت و رحم مثلا با دیگران معامله کردی، رفتار کردی، خدا هم از همون در رحم و عفو و گذشت با تو رفتار خواهد کرد. این است که خدا فرمود آیا شما دوست ندارید مگر که خدا شما را ببخشد؟ پس گذشت بکنید، شما هم این بندگان خدا را ببخشید دیگه، اگر کسی اشتباهی کرد از او گذشت بکنید. با وجود اینکه اشتباه سنگین بود، ولی خب به خاطر اینکه این شخص از فقرا بود، از خیشاوندان ابوبکر بود و مهمتر از همه از مهاجرین بود. هجرت یک عمل بسیار با فضیلت هست که در پرونده اعمال او وجود داشت، و به خاطر این عمل با فضیلت خداوند به ابوبکر اینجا توصیه میکند که از اشتباه او چشم پوشی کند، از اشتباه او گذشت بکند. اینجا بود که ابوبکر رضی الله عنه کفاره قسم خود را داد و فرمود بلا والله، آری قسم به خدا، دوست داریم خدا ما را ببخشد، دوست داریم خدا از ما گذشت بکند. و نه تنها کمک خود را برگرداند، از سر گرفت، بلکه دو برابر از اون به بعد دیگه به او کمک میکرد. از اون موقع، از زمان نزول این آیه، دو برابر کرد کمک خود را به اون خیشاوند خودش. و این سیاق آیه کلن به این لفظ جمع که خداوند ذکر کرده است، جمع یعنی فردی را به صیغه جمع ذکر کردن، دال بر نوعی احترام شأن اوست، شأن او شأن محترمی است که خداوند به این صورت با این لفظ و با این سیاق از او یاد نموده است، اون هم به عنوان اولو الفضل، دارندگان فضل و برتری که عرض کردم. نمیتواند اینجا فضیلت دنیا منظور باشد، بلکه فضیلت دین است که میتواند در نزد خدا مورد مدح باشد. و اینکه سعادت اینجا وسعت مالی منظور است، فضل و سعادت اگر هر دو مال منظور باشد، اینجا تکرار میشود. این است که جمهور مفسرین معتقدند که اینجا این فضیلت از این کلمه، از این اولو الفضل، این فضیلت و برتری ابوبکر رضی الله عنه کاملا فهمیده می شود. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، ولا تخيب رجاءنا يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن سائر المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.